بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان سلام یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود سالهای سال پیش در زیر همین آسمون آبی و همین زمین خاکی و در سرزمینی از سرزمین های دور و در شهری دور افتاده خانواده ای زندگی می کردن. این خانواده زندگی آروم و خیلی خوبی داشتن چرا که تو این خانواده همه کار خودشونو خوب انجام میدادند مرد خانواده هر روز بعد از اینکه کارش تموم می شد به خونه می اومد و به کارهای خونه رسیدگی می کرد. بچه های این خانواده پاکیزه ترین بچه های اون شهر بودند چون مادرشون همیشه از اونها به خوبی مراقبت می کرد. به همین دلیل هیچ وقت بیماری به سراغ این بچه ها نمی اومد. بله این زن همه صفات یک زن خوب رو در وجود خودش اندوخته بود. این زن که اسمش گلاب خاتون بود زنی بسیار مهربان خداشناس و پرهیزکار بود علاوه بر این او کارهای خونش رو به خوبی انجام میداد همیشه غذای خانوادش رو سر وقت حاضر میکرد سابقه نداشت که این زن چیزی رو گم کرده باشه و اگرم یه وقت چیزیش گم میشد تا کسی میفهمید که جنس گم شده مال اون خانواده است فوری اونو می آورد و به اونها تحویل بالاخره هر چی از خوبی های این زن بگیم کم گفتیم اما دوستان از اون جایی که در همه جا افراد حسود و بدجنسی وجود دارن که از خوشبختی و سعادت دیگران رنج میبرن در همسایگی اون زن هم خانواده زندگی میکردن که زن اون خانواده به گلاب خاتون خیلی حسودیش میشد اون زن که خیلی تنبل و بد اخلاق بود و بیشتر وقتها با شوهر و بچه‌هاش دعوا میکرد نمیتونست آرامش و صفای خانواده همسایه رو ببینه. بله اون میخواست به هر نه که شده این آرامش رو برهم بزنه. اون برای این کارش خیلی فکر کرد تا بالاخره یکی از راه ها به نظرش خوب رسید بله اون میدونست همسایش یک گله گاو داره که هر روز صبح برای چراب بیابون میرن و عصر به خونش برمیگردن و مسیر این گاوها هم از جلوی خونه اونه برای همینم نقشه ای کشید بله وقتی گاوها ها عصر به خونه صاحبشون برمیگشتن اون زن در یه فرصت مناسب چهار تای اونها رو از گله جدا کرد و به خونه خودش بود گله گاوها طبق هر روز اومدن و به آقل رفتن و گلاب خانتونم که مشغول پختن شام بود متوجه کم شدن دام ها نشد اون روز کار شوهر کمتر از روزهای پیش بود بنابراین زودتر راهی خونه شد به نزدیک های خونش که رسید زن همسایه رو دید که داره به طرفش میاد زن همسایه که از خوشحالی در پوست نمی گنجید وقتی شوهر گلابخاتون خاتون رو دید چینی به پیشونی آورد و خودشو ناراحت نشون داد بعد از سلام و احوال پرسی مرد علت ناراحتی همسایه شو پرسید زن همسایه که منتظر این سال بود موضوع گم شدن گاوها رو برای اون گفت و چنین وانمود کرد که گاوها در اثر سهلنگاری زن او گم شده شوهر گلاب خاتون که از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شده بود از اون زن خداحافظی کرد و با عجله به خونش رفت وقتی وارد خونه شد بوی باقلای پخته اونو یک راست به طرف آشپزخونه کشوند مرد تا پاشو داخل آشپزخونه گذاشت داد زد آی هیچ معلومه تو تو این خونه چی کاره ای؟ هیچ میدونی باید از چیزایی که داریم مواظبت کنی و نظری اونها گم بشن و از بین برن؟ زن که از حرفای شوهرش چیزی نفهمیده بود باغلاهای توی دیگ و با دقت و خونسردی به هم زد و گفت حالا چرا داد میزنی مرد؟ مگه چه چیزی از بین رفته؟ مرد که دید زنش از هیچی خبر نداره ناراحت شد و با صدای بلندی داد زد ببینم اصلا تو میدونی امروز به سر گله گاوامون چی اومده؟ هیچ خبرداری چهار تا از گاوامون گم شده؟ بله؟ زن که هنوز نمیتونست باور کنه این حرف جدی باشه گفت نه؟ نمیدونم ولی بگو ببینم تو اینو از کجا میدونی؟ مرد که حسابی از کوره در رفته بود آب دهنش ده رو قورت داد و گفت به چشمم روشن معلومه در و همسایه ها از کارهایی که به عهده توه بیشتر از خودتو خبر دارن حالا خدا پدر زن همسایه رو بیامرزه که گاوای ما رو شمرده و متوجه شده که اونها گم شدن اگر تا چند روز دیگه هم نمیفهمیدیم گاوا نیستن خب حالا بگو ببینم این گاوا کی گم شدن دوستان همونطور که گفتیم گلاب خاتون زن پاکدل و با ایمانی بود برای همین هیچ وقت باور نمی کرد که کسی گاوهاشون رو دزدیده باشه ولی چون دید شوهرش خیلی ناراحت گفت من فکر نمی کنم گاوی از گلمون کم شده باشه ولی حالا که تو اطمینان داری این طور شده میریم تو آقل و گاوا رو میشماریم مرد تا این حرف شنید از خدا خواسته قبول کرد و به زنش گفت بیا بیا بریم تا به چشم خودت ببینی که گاوامون نیست بالاخره مرد آروم شد و همراه زنش به طرف آقل گاوها ها براه افتاد به دنبال اونها بچه هم که تا اون زمان از فریادهای پدرشون حسابی ترسیده بودن جرأتی پیدا کردن و روونه آغل شدند. آغل توی حیات خونه بود برای همین اونها زود به اونجا رسیدن وقتی وارد شدن مرد چراغ موشی رو که روی یکی از تاخچه ها قرار داشت روشن کرد و با صدای بلند بزنش گفت خیلی خوب دیگه شروع کن شروع کن و خودت گاپا رو بشمار با صدای بلندم بشمار الان معلوم میشه کی اشتباه میکنه من که میگم گاوامون نیست یا تو که میگی هست وقتی حرفای مرد تموم شد گلاب خاتون بدون اون که دست و پاشو گم کنه و یا بترسه خیلی آروم شروع کرد به شمردن گاوها ها یک دو سه چهار و خلاصه شمرد و شمرد تا رسید به چهل و هشت یعنی همون تعداد گاوایی که داشتن اما شوهر که حسابی فریب دروغهای زن همسایه رو خورده بود و نمیتونست اینو باور کنه فریاد زد نه این غیر ممکنه تو اشتباه میکنی بازم بشمار زن بازم شمارش از سر گرفت یک بار دو بار و چندین بار گاف ها رو از جاهای مختلف آغول شمرد و در پایان هر بار شمردن به چهل و هشت رسید بعد از اون شوهر بچه هم گاف ها رو شمردن و نتیجه همه این شمردن ها در پایان چهل و هشت گاف بود. حتما شما دوستان عزیزم میپرسین چطور چنین چیزی ممکنه چون زن همسایه که واقعا گاف ها رو دزدیده بود بله حرف شما درسته ولی باید بدونید در همون روز چهار تا از گاف های زن زایده بودن خلاصه مرد بعد از اینکه مطمئن شد گاوهای گلش همون تعداد قبلی هستن خیلی خوشحال شد بعد در حالی که با شرمندگی به زنش نگاه میکرد از رفتاری که کرده بود معذرت خواست و گفت منو ببخش زن. منو ببخش که با تو اونجور حرف زدم آخه من فکر میکردم حرفهای زن همسایه راسته ولی حالا متوجه شدم که تموم حرفهای اون دروغ بوده بعد اضافه کرد الان میرم دم خونه همسایه باید به اون بگم که اشتباه کرده اون باید بفهمه که دیگه نباید از این جور اشتباه ها بکنه بله مرد اینو گفت و به طرف در حیات رفت که از اونجا به طرف خونه همسایه بره زنم خوشحال و آروم در آغور رو بست و همراه بچه هاش راهی اتاق شد مرد به در خونه همسایه که رسید شروع به در زدن زن همسایه که فکر میکرد شوهرش از سر کار برگشته فورا اومد و در باز کرد ولی یهو همسایه رو مقابل خودش دید شوهر گلاب خاتون تا چشمش به زن همسایه افتاد با ناراحتی گفت آخه زن حسابی این چه حرفی بود که زدی کی گاوای ما گم شده سر همین حرف دروغ تو نزدیک بود تو خونه ما دعوا مرافع را بیفته آخه مگه ما چه هیزم تری به تو فروختیم که میخواستی با این کارت تلافی در بیاری بعد مرد در حالی که از اونجا دور میشد گفت یادت باشه بعد از این از این اشتباه های زشت نکنی و باعث ناراحتی دیگران نشی مرد اینها رو گفت و در حالی که احساس می کرد تا حدودی دلش خنک شده به طرف خونش برگشت اما بشنوید از زن همسایه اون بعد از اینکه مرد رفت در و بست و به اتاقش برگشت تو اتاق نشست و به فکر اون از اتفاق چند لحظه پیش و حرفهای مرد همسایه هم ناراحت شده بود و هم تعجب کرده بود بله ناراحت برای اینکه حرفش دروغ از آب در اومده بود و پیش همسایش رسوا شده بود اما تعجب اون از ناراحتیش بیشتر بود چرا که اون گاوا با دست خودش دزدیده بود و نمیتونست باور کنی که اونها از گله گاو همسایش کم نشده باشن به حال تنها مسئله ای که این وسط کمی رضایت او رو برآورده می کرد این بود که تونسته بود چهار گاو بر گاوهای خودش اضافه کنه زن بعد جنس همسایه که حسادت کورش کرده بود همینجور تو اتاقش نشسته بود و فکر می کرد اون از اینکه میدید نقشش نقش براب شده و گلاب خاتون بازم پیش شوهرش عزیزه خیلی ناراحت بود و این چیزی بود که او رو حسابی آزار بالاخره بعد از مدت زیادی فکر کردن نقشه ای به نظرش رسید نقشه که به نظر خودش خیلی جالب اومد و با اجرای اون میتونست حسابی از گلاف خاتون انتقام بگیره و بالاخره در همین فکر و خیال ها بود که خواب به سراغش اومد و پلک هاشو سنگین کرد بعد از ظهر فردای اون شب خورشید از پشت ابرهای انبوه گاهی وقتا دزدکی زمین رو نگاه میکرد کوچه از بارون صبح مثل باطلاخ شده بود زن همسایه آهسته آهسته به خونه گلابخاتون خاتون نزدیک میشد بالاخره به در خونه رسید دقل کرد و منتظر جواب موند چند لحظه بعد گلابخاتون خاتون در مقابل در ظاهر شد اون با خوشرویی به زن همسایه سلام کرد و ازش دعوت کرد که به داخل خونه بره زن همسایه در حالی که سعی میکرد خودشون ناراحت نشون بده گفت نه خیلی ممنونم تو نمیام چون از شما واقعا شرمندم فقط اومدم به خاطر اشتباهی که دیروز مرتکب شدم و باعث ناراحتی خانواده شما شدم ازت اصخاهی کنم بعد چاپلوسانه ادامه داد ببینم همسایه عزیز شما منو میبخشید گلاب خاتون که زنی زود باور و مهربون بود حرفای اون زن رو باور کرد و گفت این حرفا چیه همسایه عزیز اشکالی نداره خودتو به خاطر این چیزای کوچیک ناراحت نکن خب حالا بیا بریم تو خوب نیست اینجا وایسی زن همسایه در حالی که خودشو غمگین نشون میداد گفت نه نمیتونم همسایه عزیز میدونی من باید هر چه زودتر به خونم برم چون برام مشکلی پیش اومده مشکل؟ چه مشکلی؟ چی بگم همسایه عزیز؟ همش زیر سر شوهرمه آخه امشب اده از دوستاشو برای شام به خونه دعوت کرده برای همین ازم خواسته که برای مهمونا نون بپزم گلاب خاتون لبخندی زد و گفت همسایه عزیز تو که منو ترسوندی فکر کردم خدای نکرده چه اتفاقی افتاده نون پختن که قصه نداره یه مقدار آرد خمیر میکنی و بعدش هم اونو میپذی دیگه زن گفت بله اینو میدونم ولی مشکل اصلی دستمه بعد در حالی که مچه دستشو که بایتی که پارچه کلوفت بسته شده بود به گلاب خاتون نشون میداد گفت بله مشکل اصلی من این دستم آخه دو سه ساعت پیش که میخواستم برم لب چشمه چون کوچه گل بود خوردم زمین و دستم زد دید حالا خیلی درد میکنی طوری که حتی به زور میتونم اونو تکون بدم و بعد در حالی که ناله کوتاهی میکرد ادامه داد نمیدونم شایدم دستم شکسته خلاصه همسایه عزیز حالا موندم که با این دست چلاخ چطور آرد و خمیر کنم و خمیر و مالش بدم و عمل بیارم از طرفی اگه نون نپزم امشب نون نداریم که جلوی مهمونا بذاریم و اون وقتی که شوهرم حسابی دعوام میکنه واقعا درمونده شده نمیدونم چی کار کنه. گلاب خاتون که حسابی حرفهای اون زن بد رو باور کرده بود دلش به حال اون سوخت و گفت این که نداره وایستا تا با هم بریم من باید بیام کمکت کنم زن همسایه که انتظار این حرف رو داشت خودشو به اون راه زد و گفت یعنی با وجود این که من در حق شما بدی کردم شما بازم به من کمک میکنید نه من که نمیتونم باور کنم شما واقعا خیلی خوبید گلاب خاتون گفت خواهش میکنم همسایه عزیز من وظیفهم انجام میدم اگه همسایه به درد همسایه نخوره پس فایده همسایگی چیه؟ مطمئن باش من هر کاری از دستم بر بیاد با جون و دل برات انجام میدم پختن اون که کاری نداره من حاضرم به خاطر همسایگی کارهای سخت از اینو هم انجام بدم خیلی خوب پس راه بیفت تا بری زن همسایه با دروی از گلابخاتون خاتون تشکر کرد و با او به طرف خونه خودش به راه وقتی به خونه رسیدن زن همسایه گلابخاتون رو به مطبخ برد مطبخ کوچیک و شلوغی بود طوری که وسایل لازم برای پختن غذا رو به زور میشد از توی اون همه وسایل پیدا کرد زن همسایه انتظار داشت گلاب خاتون کارو شروع کنه ولی گلاب خاتون که حسابی گیت شده بود گفت میبخشید همسایه عزیز بی زحمت وسایل لازم رو بیارید تا من کارو شروع کنم زن همسایه گفت باشه اگه شما چند لحظه صبر کنید همه رو براتون آماده میکنم چه درد سرتون بدم دوستان بعد از مدتی زن همسایه یک ظرف مقداری آرد و کمی آب در اختیار گلاب خاتون گذاشت گلاب خاتونم آستین ها رو بالا زد که کارو شروع کنه و آرد رو خمیر کنه اما تا خواست دستاشو توی آرد فرو کنه زن همسایه جلو اومد و با چرب زبونی گفت ببخشید همسایه عزیز فضولیه ها ولی مثل اینکه یادتون رفته انگشترتون رو در بیارید حیف با انگشتر به این قشنگی کار کنید ممکن از دستتون در بیاد و با خمیر قاطی بشه و یا اینکه خراب بشه نگاهی به انگشتر گرون قیمتش انداخت و گفت حق با شماست اصلا حواسم نبود خیلی ممنون که یادم انداختی راستش این انگشتر برای من خیلی ارزش داره نه به خاطر قیمتش بلکه به این خاطر که دو هفته پیش اونو شوهرم بهم به داده راستش شوهرم وقتی این انگشتر رو به من داد خیلی سفارش کرد که مواظبش باشم چون اون یادگار مادرشه ولی حیف که یه مقدار برای انگشتم تنگ بی زحمت کمکم کنید تا اونو در بیارم زن همسایه که منتظر چنین فرصتی بود فورا جلو رفت و گفت چشم همسایه عزیز بعد در حالی که انگشتر رو از انگشت گلاب خاتون در می آورد گفت به به واقعا چه انگشتر قشنگی چقدر قشنگ تونستن سر شیر رو روی اون حکاکی کنن بعد اضافه کرد همسایه عزیز من انگشتر رو تو تاخچه و روی شال گردنتون میذارم با اجازهتون میرم به بچه کوچیک هم سری بزنم بله دوستان زن حسود از مطبخ بیرون رفت اما انگشتر رو روی شال همسایش نذاشت بلکه اونو تو دست خودش نگه داشت تا نقشه ای رو که کشیده بود عملی کنید بعدم جلوی پنجره یکی از اتاقهاشون که درست روبروی رودخونه قرار داشت رفت و پنجره رو باز کرد و با خودش گفت تموم شد این دفعه دیگه اون دفعه نیست این دفعه دیگه ممکن نیست گم شده یه گلاب خاتون پیدا بشه بیا بگیر آب رودخونه بله زن بدجنس انگشتر رو توی آب رودخونه که جریان تندی داشت انداخت و بعد در حالی که تو دلش این پیروزی رو جشن گرفته بود و لبخند پیروزمندانه ای بر لب داشت به طرف گهواره بچهش رفت و اینطور وانمود کرد که داره اونو ساکت میکنه خب دوستان حالا بهتر سری به مطبخ بزنیم بله در اونجا گلاب خاتون مهربون خمیر نون رو با حوصله و صبر عمل آورد بعدم با اون مقداری نون پخت بعد از پختن نون گلاب خاتون وقتی که دید دیگه کار مشکلی نمونده و بقیه کارها رو زن همسایه میتونه انجام بده اونو صدا کرد و گفت همسایه عزیز بی زحمت بیایید و نوناتون رو جمع کنید چون من میخوام با اجازتون مرخص بشم آخه همونطور که میبینید هوا داره تاریک میشه الان شوهرم از سر کار برمیگرده. من باید زودتر برم و برای شام شوهر و بچه هام چیزی تهیه کنم زن همسایه با چاپلوسی گفت خیلی ممنونم همسایه عزیز من نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم گلاب خاتون از همسایش خداحافظی کرد و با عجله به خونش رفت و پیش از اون که شوهر و بچه هاش به خونه بیان شام رو آماده کرد بالاخره شوهر و بچه هام اومدن بعد از مدتی سفره شام آماده شد همه دور سفره جمع شدن و مشغول خوردن شام شدن ولی هنوز چند لغمه بیشتر نخورده بودن که در خونه به صدا در اومد شوهر گلاب خاتون به فرمایی گفت و به دنبال اون شوهر زن همسایه دم در اتاق ظاهر شد اون بعد از سلام و احوال پرسی به شوهر گلاب خاتون گفت امروز زن شما کمک بزرگی به ما کرد نونی که پخته بود خیلی خوشمزه بود زن شما برخلاف زن من خیلی با است همه مهمونای من از نونی که ایشون پخته بود تعریف کردند برای همین من تصمیم دارم فردا هدیه ای به خانواده ای شما تقدیم کنم شاید به این وسیله بتونم کمی از محبت شما رو جبران کنم شوهر هاتون گفت این حرفا چیه همسایه عزیز زن من که کار مهمی انجام نداده اون وظیفش بوده که به همسایش کمک کنه اصلا نیاز به هدیه نیست ولی شوهر زن همسایه قانع نشد و گفت به هر حال شما باید هدیه منو قبول کنید مرد این رو گفت و خداحافظی کرد و به خونش اما دوستان در این بین زن بدجنس همسایه حال عجیبی داشت اون هر لحظه انتظار داشت تا ببینه کی گم شدن انگشتر معلوم میشه و کی از خونه گلاب خاتون سر و صدا بلند میشه بله اون با خودش میگفت وقتی شوهر گلاب خاتون بفهمه که زنش انگشتری رو که یادگار مادرش بوده گم کرده کتک جانانه ای به اون میزنه و اون وقتی که حسابی دل من خنک میشه زن تو این فکر خیالا بود و گوشش رو به دیوار خونه ی هست بود که یهو شوهرش وارد شد مرد وقتی زنش رو در اون حال دید داد زد این کارا چیه زن به جای گوش وایسادن برو کارای خونه رو انجام بده اما وقتی دید زنش به حرف اون توجهی نداره جلوتر رفت و سیلی محکمی توی گوش اون زد طوری که سر زن گیج رفت و به زمین افت فردای اون شب زن همسایه به خونه گلاب خاتون رفت و گفت میبخشید همسایه عزیز راستش دیروز شالگردنتون گردنتون رو تو آشپزخونه ما جا گذاشتید حالا من اونو براتون آوردم راستی همسایه عزیز برای من خیلی عجیبه شما چطور انگشتر رو که رو شالگردن بود ورداشتید ولی شالگردن گردن رو یادتون رفت وردارید گلاب خاتون یهو نگاهی به دستش انداخت و با ناراحتی گفت ولی ولی من انگشتر رو بر نداشتم فکر میکنم اون تو خونه شما مونده باشه زن همسایه که تو دلش داشت قند آب میشد گفت نه همسایه عزیز مطمئن باش که انگشترت خونه ما نمونده چون اگه میموند من حتما اونو میدیدم با شنیدن حرفهای زن همسایه گلاخاتون خیلی ناراحت شد ولی فقط آهی کشید و سکوت کرد هر دو زن ساکت بودند که صدای در خونه این سکوت رو شکست گلاب خاتون فورا رفت و در رو باز کرد و پسر همسایه در حالی که زنبیلی در دست داشت وارد شد اون بعد از سلام کردن به گلاب خاتون گفت خانم پدرم سلام رسوند و گفت این ماهی رو که تازه از بازار خریده خدمت شما بیاره بعد پسرک ماهی تازه ای را از زنبیل در آورد و به گلاب خاتون داد گلاب خاتون گفت از قول ما از پدر تشکر کن پسرک از خونه خارج شد و گلاب خاتون هم دست به کار تمیز کردن ماهی شد دوستان زن همسایه از این کار شوهرش هیچ خوشش نیومد ولی لبخند زورکی زد و گفت همسایه عزیز اجازه میدید در خالی کردن شکم این ماهی کمکتون کنم گلاب خاتون گفت خیر ببینی اگه شما این محبت رو بکنید منم میرم آتیش روشن میکنم زن همسایه با بیمیلی چاقویی به دست گرفت و شکم ماهی رو پاره کرد ولی همین که خواست شکم ماهی رو خالی کنه چشمش به چیزی افتاد زن از دیدن اون جسم همچین فریاد کشید که صداش تا هفت خونه اون ورتر رفت بله دوستان زن بدجنس حق داشت تعجب کنه چون در شکم ماهی حلقه ای زرین برق میزد گلاب خاتون با شنیدن فریاد زن همسایه از آشپزخونه در اومد و به طرف اون دوید اون میخواست علت فریاد زن همسایه را بپرسه که یهو یه شدی گلاب با خوشحالی فریاد زد انگشتر من انگشتر من پیدا شد خدا رو شکر